میگم آ حتما لازم نیست عالی باشی تا شروع کنی، هم که شروع کنی عالی میشی. پس بی خود بهونه نتراش، پاشو پاشو بلند شو پاشو. این گل خوشگلم و من یه سال دارم و بهش دارم رسیدگی میکنم. این رسیدگی خاصی هم نمیکنم و بهش آب دادم رشد کرده، گلدونشو عوض کردم، الان این شکلی شده. ولی الان میبینم که این خاکش، خاک خودم، خاک جدیدیه که اضافه کردم و خاک مغذی بهش میگفتن، از اون خاک استفاده کردم. ولی میبینم این الان حشره گذاشته، یه سری حشره های کوچولو، این پشه های ریز ریز میبینین اینا، تازه این آها اینها میبینین. و نمیدونم در اثر چیه، اگر اطلاعاتی در این زمینه دارین به من بدین خیلی خوشحال میشم. گلم خوش نشه، گلم یه چیزش نشه، این گل ناز منه. نمیدونم الان باید چی کار کنم. فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید، گفتم پنجره رو باز کنم، شاید این پشه ها رفتن، ولی نرفتن. برام کامنت کنید اگه اطلاعاتی در این زمینه دارین، خیلی خوشحال میشم. مرسی مرسی. سلام، من نیشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. آه من ورزشمو کردم، به گل خوشگلم هم یه رسیدگی کردم، یه رسیدگی نکردم، گلم جونور گذاشته. اگه اطلاعاتی دارین بهتون گفتم در این زمینه بذارید که من بدونم با این گلم چی کار کنم. این گل منه، دلبر منه، جیگر منه. آقا ولش کنین، موهام اون رنگی که باید نشده، این رنگ به من نمیاد. هی از دیشب افسانه میگه بهت میاد، میگم بابا این رنگ چیه، این الان مثل صورتم همرنگ صورتم شده، اصلا به من نمیاد. یعنی هیچ وقت تو زندگی موهام این رنگی نبوده. بعد هر وقتم که رفتم مثلا زیتونی کردم، موهای کوتاه انقدیم و زیتونی کردم، دو روز گذاشتم مونده، بعد رفتم رنگ کردم، مشکی کردم، الانم به اون مرحله رسیدم. آقا من رنگ موی مشکی به هم خیلی میاد، بجز اون رنگ سفید قبلی که داشتم، اونم بهم خیلی میومد. این اصلا اون چیزی که به دل من بشینه نیست. افسانه خیلی سعی کرد به من بگه بهت میاد. بهش گفتم خب ببین ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، وقتی یه چیزی خیلی بیشتر به آدم میاد، چرا آدم مجبوره مثلا اونی که فقط بهش میاد و باهاش بسازه؟ پس ما میریم سراغ اون بهتره دیگه. پس میریم آقا اینجا پشه های این گله نمیذاره، چقدر زیاده پشه هاش، چیکار کنم؟ حالا ولش کن. بهش گفتم آدم بین مثلا خوب و خوبتر، خوبتره رو انتخاب میکنه دیگه، بنابراین شاید خوب باشه اگه چاره دیگه نداشته باشیم، ولی چاره دیگه داریم. میخوایم بریم موهامونو مشکی کنیم امروز، و امروز مصطفا برمیگرده، با رنگ موی مشکی من مواجه خواهد شد. بزن بریم بدو. یه چیز دیگه این که خیلی خوبه که من همیشه رنگ مشکی تو خونه دارم و نیازی نیست که برم بیرون. این خیلی اتفاق خوبه، چون الان ورزش کرده بودم، خستم، موامو رنگ کنم برم دوش بگیرم، اوف هزار تا کار دارم. آرایشگرای محترم درون کانال من، اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. یه باره الان میریم یه سیاه، یه ان یک میذاریم روی این، دیگه سیاه میمونه. قول میدم بهتون، فوشم ندین، میدونم من این کاره نیستم، ولی خب دیگه در این حد بلدم که رنگ و با اکسیدان قاطی کنم و بزنم به سرم، همین. بیشتر از این من نمیدونم. میدونم شما الان خیلی حرص میخورین وقتی میبینین که من یه کاری رو ندونسته دارم انجام میدم، ولی خب دیگه به اون نتیجه دلخواهم نمیرسم، به اون نتیجه 100% دلخواه یعنی نمیرسم. ممکنه به موم آسیب بزنم، ولی مجبورم، باید برم انجام بدم. خیلی دوستتون دارم. آرشگر محترم، مرسی که تو پیج من هستید. مواد لازم: یک جفت دستکش یک بار مصرف، فرچه، کاسه رنگ، ما از کاسه ماست داریم استفاده میکنیم، اکسیدان، رنگ مو، رنگ موی انیک پر کلاقی. عملیات آغاز میشود. دددددن. رنگ میریزیم. بله، آه دستکش نپوشیدم، دستکشو میپوشیم. اینقدر ناشیم من. خب دستکشمو پوشیدم، حالا رنگ سیاه را در این کاسه میریزیم.
همه جوره سیاه به نماید موی ما را. بکنم کافی باشه برای موی من. اکسیدان به صورت چشمی، انگار 100 سال آرنجگر بودم. بذار رنگ دیگه قاطیش کنم، کم نیاد. نه آره، خب یه ذره اکسیدان دیگه هم بریزم زیاد بشه. بکنم میزان قاطی کردنم خوب باشه. بزن بریم ببینیم چی از آب در میاد. رنگ پرکلاقی، کرپلاقی. وای من عاشق رنگ پرکلاقیم، یعنی نمیدونید تا چه حدی من این رنگ رو دوست دارم. خب به این صورت هم میزنیم رنگو. یه رنگ هم که الان رو سرمه مثلا با آرایش بد نیست، ولی بدون آرایش میرم جلو آینه احساس کنم روح دیدم، احساس کنم موهام و صورتم یه رنگه، ولی با آرایش مثلا یه روژی داشته باشه اینا بدک نیست، قابل تعامله. ولی من همیشه میگم وقتی گزینه بهتر هست چرا ما باید گزینه بدتر رو انتخاب کنیم؟ بنابراین گزینه بهتر رنگ موی سیاهه. میدونی یه ویژگی صورت من داره، اونم این ویژگیه که قشنگ مثلا با هر رنگی کلن یه کاراکتر دیگه ای میشم. الان شما اگه منو با موی مشکی ببینید امکان داره یک انسان دیگه ای رو ببینید که اصلا نمیشناسید، اینقدر تغییر میکنم. پس بعد از دیدن من با رنگ مشکی تعجب نکنید. عملیات آغاز میشود. باید برم بلیزم رو عوض کنم، نمیشه که این رنگ میگیره. خب از اونجا که بلیز به درد نخور پیدا نکردم، سعی کردم یه بلیز مشکی بپوشم که اگه رنگم رو شریخ بلیز خراب نشه، چون امیدوارم خراب نشه چون این بلیز خیلی دوست دارم. ولی خب بلیز دیگه پیدا نکردم که بخوام مثلا بگم اوکی بلیز درب داغونم رو بپوشم خرابم شد شد و استارت زدیم رنگ سیاهمان را. برویم ببینیم که چه می شود. ذوق دارم. چرا؟ یعنی الان چه شکلی می شدم؟ من که می دونم خودم بهم میاد. خودخواهانه حرف نمی زنم و نگی خودخواه، نه واقعا دارم میگم بهم میاد چون واقعا می دونم که مشکی بهم میاد. مثلا این رنگی که الان رو سرم بود و میدونستم که به من نمیاد. اما برم شونه نیاوردم، این شونه ها که اینجوری فقوا میکنن بیارم. در بند و بساطمان یک دونه از اینا داشتیم که بدین گونه شونه میکنیم. و رنگ قبلیرم با همین مشقت زدم و فقط بهتون نشون ندادم. آی ماما. خب ترجیح میدم شما رو قطع کنم، کل رنگ رو بزنم. میکنم اینجوری خیلی هرس بخوریم. خب بله، عرض میکردم خدمتون رنگ سیاه میزنیم. مصطفی میاد سورپرایز میشه. من قطع کنم شما رو، کل رنگ رو بزنم، بعد میام رخ مینمایم. خب عملیات با موفقیت انجام شد. رنگ مو رو گذاشتم روی سرم با مشقت و سختی فراوان. اینجام همه سیاه شده بود، 3 ساعت داشتم اینا رو میشستم چون که یادم رفته بود اینجا رو وازلین و اینا بزنم. گفتم من این کار نیستم دیگه. به هر حال به کل موم رنگ مشکی رو مالیدم، ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. نگم بهتون که وقتی که اینجا رو رنگو زده بودم داشتم عقبو میزدم، تغییر رنگو داشتم حس میکردم و روحم داشت جلو پیدا میکرد، چون رنگیه که بسیار بسیار دوستش دارم و میدونم که خیلی 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 بهم میاد. بنابراین 30 دقیقه منتظر بمانید. دن دن دن.
تو این فاصله نشستم یه عالمه ادیت زدم، تون 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 دروغ میگم یه عالمه نزدم، یه مقداری ادیت زدم، ولی خب از زمانم سعی کردم که استفاده کنم. بعد الان برم موهامو بشورم، بعدم یه مقدار باید به خونه رسیدگی کنم. میتونین حدس بزنین که چه شکلی میشم؟ برم بشورم، برم، رفتم که برم. باید برم الان دیگه، وقت شستشوی موهامه. نیم ساعت گذاشتم رنگ مشکی روی سرم موند و الان من تبدیل میشم به یک انسان دیگه. الان من چه شکلی ام؟ الان من چه شکلی ام؟ حاضرید؟ 1 2 3 و این منم با موی مشکی. خودم خیلی پسندیدم، خیلی خیلی پسند کردم، به نظرم خیلی خوشگل شد و من برگشتم به تنظیمات کارخونه. آقا من این شکلی به دنیا اومدم، چرا اینقدر من موهای خودم رو دستکاری میکنم؟ الان این رنگ خیلی به من میاد، من خودم که خیلی 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 پسندیدم و از اینکه به تنظیمات کارخونه برگشتم بسیار خرسندم و مرسی که با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی 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 دوستتون دارم. یادم رفت اینو براتون بخونم. الان یه شرقی ویژم، کاملا شرقی شد قیافم، پس میشه مرسی که با من همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. بای بای.